فطرت هر جاندار شواهد حسی دلایل عقلی شهادت صادق را بر دلالت وجود خالق حکیم برای این جهان گواه می دارند که مستحق عبادت و ایمان می باشد و برای الله در هر حرکت و در هر سکونی شاهد و در هر آفرینش آیاتی است که گواهی می دهد الله یکتا است به ایمان به الله اصلی از اصول و از بزرگترین واجبات است پس پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که کدام اعمال بهتر است فرمودند ایمان به الله ایمان به الله با چهار روک محقق می ایمان به وجود الله ایمان به ربوبیت الله ایمان به الوهیت الله ایمان به اسماء و صفات الله همان وجود الله که از واضح ترین مسائل ترین است و آشکارترین بدیهیات است که فطرت و احساس و عقل به آن شهادت می دهند و همه خلایق شاهد آن هستند الله تعالی می گوید آیا خلایق از چیز دیگری خلق شدند یا خودشان خالق هستند یا آسمان ها و زمین را خلق کردند چرا که یقین ندارند ربوبیت الله با اعتقاد به خالق و رازق بودن او و اینکه تمام ملک برای الله و تدبیر از جانب او است محقق می شود و هیچ حرکتی انجام نمی شود مگر به اذن الله و هیچ سکونی انجام نمی گیرد مگر به فرمان الله الله تعالی می فرماید ای پیامبر به مشرکان بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می بخشد یا کیست که بر گوش و دیدگان حاکم است و کیست که موجود زنده را از ماده بیجان بیرون می آورد و ماده بیجان مرده را از موجود زنده خارج می سازد و کیست که کار جهان و جهانیان را تدبیر می کند خواهند گفت الله بس بگو آیا پروا می کنید؟ و از مختزیات ایمان به الوهیت الله این است که هیچ معبود به حق در این دنیا غیر از الله وجود ندارد و هر گونه عبادت برای غیر الله جایز نیست و پاداش هر عبادتی را فقط از الله باید بخواهیم الله تعالی می بگو که نمازم و مناسکم و عباداتم و زندگانی و مرگ من فقط برای الله هست و هیچ شریکی برای او قرار نمی دهم به این امر فرمانبردار هستم و اولین مسلمان ها خواهم بود اما ایمان به اسماع و صفات الله مستلزم این است که الله را از هر گونه نقص و عیب منزه و بدانيم بدانیم اسماء و الله را که در کتاب و سنت پیامبر الله علیه وسلم آمده آه را اثبات کنیم بدون هر جون تحريف تحریف و ابطال و بدون بیان کیفیت بدون تشبیه الله تعالی می فرماید برای الله نامهای نیک است پس او را با آن نامها طلب و دعا کنید و دور شوید از کسانی که نامهای او را تحریف می کنند و حتما به سزای اعمالشان خواهند رسید.